درود من بر تمام عزیزانم و تمام رفیقای خوب و اونایی که عاشق ایرانن. آنچه در این برنامه خواهید دید انقدر مفخوری کرده اصلا نمیدونه چه را بره و شکلک چشمک و خنده‌ای که اینجا دیگر بامزه نیست و بوی خون میدهد. چنین باشگیری‌هایی بکنن و چنین کلاهبرداری سر ملت بیارن. کی گفته اون اتباع خارجی هن؟ اونا همه بلوچه های سراوان هن، بلوچه های ایران هن. و تو اون سیستم بلوچه خودشون دارن خودشون رو میخورن. فردا تو نباشی دیوانه بمانم. یه اصطلاحی هست که میگن که یک زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقه قدرت داره. والا ستاره های هالیوود و خواننده های هالیوود و همچین شهرتی که ندارن. یا حرف لطم رو صورت یا این چه حرف قلب. از اون حرفا که میترسیم، از اون حرفا که باید زد. الان در ایران با این که هر روز تهدیدهای مختلفی در روی ایران هستند هنوز مقاومت میکنن و زندگی میکنن، دمشون گرم، خیلی سخته. ولی ملت کاری که مشکله همینه که مملکتمون رو نجات دادیم و متوجه شدیم این حکومت انقدر به دست و پا افتاده نمیدونه چیکار کنه، به همه جا حمله کرده که بتونه یه جنگی رو به وجود بیاره که اینا بمونن و به مردم ثابت کنن اگر ما نباشیم ایران عبه رفت. درسته که خودشو ایران عبه این بردن، چیزی نمونده. هر هواپیمایی بیاد رو ایران خانواده های ما رو بکشه، هر کی از دلش دردش میگه به ایران حمله میکنه، چون اینا دیگه دستشون رو شده، قدرتی ندارن و دیگه اون لولو نیستن در اون منطقه که بتونن چنین باشگیری‌هایی بکنن و چنین کلاهبرداری سر ملت بیارن. اینها تصاویر چهار کودک بیگناه بلوچ است که در تجاوز سحرگاه پنج شنبه 28 دی ماه توسط پاکستان به خاک ایران کشته شدند. معاون سیاسی امنیتی و استاندار سیستان و بلوچستان از آنها با عبارت اتباع غیر ایرانی نام برد و مجری صدا و سیما هم با گفتن خدا رو شکر بر تلخی این فاجعه دردناک افزود. کسانی که با موقعیت خاص و پیچیده منطقه آشنایی دارند میگویند اینها تبعه ایرانی اند، اما به سبب محرومیت ها در حوالی مرزها ساکنند. در محدوده نقطه مرزی چابهار نیز برخی از افراد منطقه دشتیاری از قوم جدگال فاقد شناسنامند و به تبع آن از بسیاری از حقوق خود به عنوان ساکنان ایران محرومند. آمین سادات ذبیح‌پور خبرنگار امنیتی صدا و سیما که بسیاری او را بازجو خبرنگار مینامند بدون توجه به کشته شدن چهار کودک بیگناه نوشته اصلا هم معلوم نبود ایران و پاکستان با هم هماهنگ بودند و شکلک چشمک و خنده‌ای که اینجا دیگر بامزه نیست و بوی خون می‌دهد. مردم حسابی عصبانی شدند و به آمنه سادات گفتند بچه‌های مردم را کشتید و روی خون آنها می‌خندید و بعضی‌ها تندتر نوشتند وقتی می‌گوییم اینها تخم تازی هستند یعنی همین، برای عرب‌های آن طرف دنیا بالا تا پایینشان را جر می‌دهند اما برای کشته‌های بی‌پناه ایرانی که عاملش هم خودشان هستند می‌گویند خارجی. مردم دزک اتباع خارجی هن، مردم شمسر اتباع خارجی هن. چقدر شما بی وجودین، چقدر شما بی شرفین، شما مردم خودتون هم گردن نمیگیرین؟ خب بیان قبول کنین، بگین پاکستان به ما تو سری زده، این کار با ما کرده، ما این اشتباه کردیم، رفتیم به خاک پاکستان حمله کردیم، اونا از ما جواب خواستن که چرا این کار کردیم، ما در جواب گفتیم اتباع خودمون رو کشتیم، ایرانی ها رو اونجا کشتیم. حالا که پاکستان مثل خودتون اومده بهتون جواب داده، اونا مردم دزک بودن، مردم شمسر بودن، کی گفته اون اتباع خارجی هن؟ اونا همه بلوچه های سراوان هن، بلوچه های ایران هن. این یه واقعیته. اون عبدالله خان که واقعا یه دیپلماتیک بزرگ پاکستانیه و هندی گفت این حکومت به قدری به دست پا افتاده
نمیدونه چیکار کنه، با همسایه‌ها خودش میخواد به جنگ ادامه بده و اصلا معلوم نیست چیکار میخوام بکنم. ولی ما ملت ایران رو دوست داریم و ملت ایران هوشیاره و این دولت دزد سرگردنه همینطوری واقعا دیگه جایی در ایران ندارن، نه در مردم نه در خارج. دستشون رو شده، اینا دنبال جنگ هم. جنگی که باید ملتی که با زن و بچهش در زندگی بمب رو سرش و بگم ما ایم که قدرت داریم دفاع داریم کنیم. اینا خودشون دارن به سوریه موشک میزنن، به عراق موشک میزنن، به فلسطین میزنن، به هر جای پاکستان. اصلا معلوم نیست دارن چه بلبشویی تو سیستم خودشون به وجود اومده و تو اون سیستم بلبشوی خودشون دارن خودشون رو میخورن. این برای ماها مهمه و کلک دارن دست هم میدن از داخل خودشون. ایران ما به زودی نجات پیدا خواهد کرد و ایرانی سربلند با تو عشق و صفا و موقعیت های مناسبی در دنیا قدم خواهد گذاشت و دیگر ابرقدرت عربستان نخواهد بود بلکه ایران خواهد بود. شما حساب کنید، همه دوست دارن، همسایه هایمون دوست دارن ایران کوچیک بمونه ولی نمیدونه ملتش هوشیار، نسلش که پازارگاد هوشیار بالاتر از همه اینا، شاهنشاه دوم پهلویمون باهوشتر از همه و بانوی آسمینی باهوشترین همه، همه چی رو در کنترل الان دارن نگاه میکنن و انجام میدن. ملت گوش کنین به حرفای این زوج. من هرچی میگم به نفع ایران میگم، ملتم میگم. آخر سر تا کجا میخوایم پیش بریم و ساکت بمونیم؟ رای دادن به اینا یعنی در واقع تبرئه کردنشون در مقابل تمام جنایت هایی که کردن در علیه منافع ملی کشورمون. اگه میخوایم به اون اهمیت بدید، بدید حتما و این ادعا رو به نظام امکان پذیر بکنید. یا میتونید بیسید بگید رای بی رای دیگه تمام شد این بازی، ما دیگه نمیافتیم تو این دست انداز و یه پیام به این نظام و به دنیا میدیم که تمام این خیمه شب بازی نظام دیگه هیچ چیزی بیش از این نیست و ما خواستم اون چیز دیگه است. بدونین جز یه سینه پاک عشق وطنم چیزی که ندارم. اون وطن ماننده یه ناموسه برای من، عشق برای من. من نمیخوام وطنم رو دست بدم که خاک بوم مملکتم ایرانم در وجودمه. من میخوام به ایرانم برگردم و ایرانم رو اون جایی که میتونم بسازم. آرامش جانم هر شب نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم. عاشق تر از آنم غیر از تو بخانم، تو جان و جهانی بیروح و روانم. این حکومت هچل هفت که از اون اول اومدن، تمام سیاست مدارا و ارتش بودن که هر کدوم باور کنید نیم قرن مملکت ما خرج این تیمسار و سرهنگ و ارتش بود کرده، اینا تق 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 میکشتن. حالا وای بالی جوان های بدبخت گفتن بابا ما حق دارو میخوای میکشتن. ایش حکومت اینو میگن حکومت با جسه اون قالیباف دعیوس که رهبر تمام کلاوردارا هست، میگه ما تا آخرش باستادیم. چی چی رو باستادیم؟ باور کن آقای قالیباف، خودت که هیچی، بچه هات تیکه تیکه خواهند شد هر نقطه دنیا باشن. و خیلی مسخره است اون کسی که رهبر رو هدایت میکرد الان انقدر پای تریا کشته اصلا اوز در آورده کلچ کن شده ولایتی رو میگن، انقدر مفخوری کرده اصلا نمیدونه چه را بره، همشون دم گورن. ولی ایران من همیشه جاودان خواهد موند و همیشه با قدرت و با شهامت ایستادگی خواهد کرد اون ملت عزیزش. همطور که به قولی مانوک خدا بخشیان نسلشی که پازارگاد نگهدار ایران خواهد بود و همینطور که ولیت داره میگه شاهنشاه دوم، ما میتونیم با افرادی که در ایران هستن دست به هم بدیم و با هم ایرانی رو دوباره بسازیم، یک دموکراسی کافی.
یه اصطلاحی هست که میگن که یک زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقه قدرت داره. هر چقدر این حلقه ها قوی تر باشن، کل زنجیر قوی تر میشه. بنابراین از من زمانی انتظار داشته باشید که در حدی که شما اون انتظار رو دارید بدونید که اولا یک دست صدا نداره و خود شما همیهنان هم تشکیل دهنده این زنجیر هستین. اگه کل زنجیر قوی باشه، هممون میتونیم محکمتر و قوی تر صحبت بکنیم، من جمله خود من، ولی این کار رو به تنهایی نمیتونم انجام بدم، این کار رو باید با همدیگر پیش ببریم. چقدر زیباست این حرفا و انشالله که بتونن هرچه زودتر به هدفشون این خانواده برسن. هدف یکی خون ملت رفته، هدف یکی عاشقشن، هدف اینی که ملت شاهنشاه دوم ما رو به عنوان عشق خانواده خودشون قبول کردن و سینه هاشون رو سپر کردن. نه همه همشون گرد میگه قدرت والا ستاره های هالیوود و خواننده های هالیوود و در همچین شهرتی که ندارن، این زوج در میان ملت ما داره. من بهشون تبریک میگم و تشکر میکنم به حد اندازه خودم و بدونم من در خدمتم. تو از چرخش یک رقص تو خلوت شبانه، یا از متنه یه تصویر لوند و دلبرانه، تو از کجا شکفتی، تو از کجا یه قصه که شب نینو فریشه مثل دنیای قصه. ما الان میبینیم تمام خواننده های جوان ایرانی با صدای قشنگ، با تیپای قشنگ، زیبا آهنگای گذشته رو میخونن و زنده میکنن. حتی تو روزخونی، تو سیرزنی داره آهنگای گوگوش رو میخونن، جای اون سیرزنی که صحبت میکنن و بعد اون سیرزنی همه شروع میکنن آهنگای گوگوش خوندن. بابا خیلی مهمه ببینین چقدر موزیک اثر کرده در میان مردم. یه حرفایی زدن داره، اونم حرف می و باده است، یا حرف لطم رو صورت، یا این که حرف قلب. از اون حرفا که می ترسی، از اون حرفا که باید زد، از اون درد دلای خود، از اون حرفا یه خیلی بد نگفتی و نمیگم با حقیقت های پنهونی. واقعا گفتم موزیک عشق، موزیک صفاست، موزیکی که انرژی میده، موزیکی که غم و عیاد میبره. این موزیک همیشه تو گوشتون باشه و بدونین پیام امجیگل و محمود قربانی که میگه This is the message، موزیک is language، موزیک یه لنگویجه، یه احساس خونه قلبیه که بهتون چه آهنگای خارجی، چه ایرانی، چه عربی، چه افغانی فرق نمیکنه. اون موزیکی که انرژی میده و عشق میده. زنده باد شاهنشاه پهلوی دوممون و بانو یاسمین عزیزمون، زنده باد پرچم شیر و خورشیدمون، جاوید باد سرزمین ایرانم، زنده باد زن، زندگی، آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی لعنتی.